سیستان و بلوچستان. کلفورگان منشأ هنر نمایان. لالو یاکو تو لولو درنزان و تیهوری ماتکو هی شمی کنزان که تیهوری ماتکو هی تیهوری ماتکو هی شمی کنزان و باگ باش کرده یرده اندن زان. اقوام کهن در آسیای باستان سهمی مهم در تاریخ جهان دارند. تنها جاده ابریشم برای اثبات این مدعا کافی است. یافته‌های باستانشناسی به عنوان معتبرترین منابع تاریخ چشم‌اندازی وسیع از علایق و سلایق، دین و سنت و زبان و نژاد هر یک از قوم‌های اثرگذار در مسیر این جاده را آشکار می‌کند. بر اساس دستاوردهای اخیر، ارتباطات و تعاملات پویا و مداوم بین اقوام آسیا بیش از پیش نمایان شده است که حکایت از وابستگی‌های مدید بازرگانی و فرهنگی و حتی نژادی دارد. این اقوام از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب با هم مراوده داشتند. در انتهای جنوب شرقی دریای بیکران تعاملات سرزمین‌های واقع در فلات ایران، سیستان و بلوچستان قرار دارد که یکی از گهواره‌های تمدن این جغرافیای وسیع محسوب می‌شود و از نظر تقسیم بندی سیاسی میان افغانستان، پاکستان و ایران قرار گرفته است. این وضعیت گواهی بر همزیستی و ضرورت همنوایی بین سه ملت را آشکار می‌کند. یعنی همان مراوداتی که از دیرباز تا کنون در فلات ایران برقرار بوده و باید برقرار بماند. افزون بر خاک و سرزمین، این فرهنگ و آداب و رسوم و میراث مشترک است که هویتی اصیل برای سیستان و بلوچستان می سازد. هر گوشه از این جغرافیا گنجینه تاریخ است. چه اتراقگاه کاروانیان در شهر سوخته سیستان باشد و چه آرامگاه عرفانیان در کلپورگان بلوچستان. از سراوان تا کلپورگان راه درازی نیست. کم و بیش 3 فرسنگ. همچنان که از سراوان تا سیب و سوران، تا کوه مهرگان و تا سنگ نگارهای دره نگاران و تا هیچ یک از یادگارهای باستانی و فرهنگی سیستان و بلوچستان هم
راهی دراز نیست، ولی ما در همه جای ایران چندان کم از سیستان و بلوچستان می دانیم که گویا بین ما و این سرزمین دره عمیق فاصله انداخته است. دانسته های ما هرگز در خور نام و شکوه این دیار کهن و مردمان با اصالت آن نیست. آرامگاه سلطان بابا حاجی و فرزندان و نوادگان او در شهر سراوان خلوتی دلخواه برای آرامش است و کارگاهی چشم نواز برای دیدار سفالگران. روستای آرامگاه نام خود را از این بنا گرفته است و زیارت نام دارد. برای زنان و دختران بلوچ هر بامداد آغازی دیگر است برای آفرینش، برای زیبایی و هنر، برای سوزندوزی و سفالگری. هنر از نخستین روزهای زندگی دختران بلوچ به آنان آموخته و با زندگی آنان آمیخته می شود. دختری می رود آب می آورد و زنی آن آب را با خاک در می آمیزد تا در آن آب و گل روح زندگی و زیبایی بدمد. زنان نخستین سفالگران تاریخند. اختراع چرخ سفالگری به تولید انبوه سفال انجامید و این پیشه را کار مردان کرد. اما در کلپورگان که سفال آن هنوز با دست و بی کمک چرخ ساخته می شود، سفالگری همچنان در دست زنان مانده است. سفال برای زن کلپورگان نه یک هنر و حتی نه یک پیشه، بلکه گاه فراتر از آن کاری آیینی و میراثی مقدس از مادر است که شیوه ساخت آن نباید دگرگون شود. سفال 10 روز در تابش آفتاب میماند تا خشک و نقش پذیر شود. مرکب نقاشی از سایش سنگی به نام تیتوک در آب به دست آمده است. نقش های نقطه‌ای ساده و تجریدی سفال ها همان است که مادران در درازای صده ها و هزارها در ذهن و خیال خود آفریدند و نسل در پی نسل به دختران خود آموختند. روستای زیارت در نزدیکی شهر سراوان سیستان و بلوچستان است. سراوان از شرقی ترین بخش های ایران به شمار می رود. من کلپورگان اندکی دورتر از اینجا موزه زنده سفال جهان نام دارم. گویی خاک مرا آفریدند تا در دستان زنان و هنرمند پیکر پذیرم، روح بگیرم تا در قالب سفالین‌ها تجسم یابم، همان گونه که در ازل گل آدمی را بسرشتند و به پیمانه زدند. این الگوی آفرینش آدمی است
که مادران دنبال می کنند. مادرانی که بر خاک من قدم می گذارند در هر جای تنم داستان خلقت بشر را دوباره می آفرینند. هفت هزار سال پیش بود که تجسد من در قالب سفال‌ها آغاز شد. این زنان در همان جا نشستند و به همان شیوه سفال را بر می آورند که مادران مادرانشان در آن هزارهای گمشده می نشستند و سفال از تن من بر می آوردند و پیمانه در پیمان می زدند. سون ٹوبل دوستی مجون تبل مجوڑی تھی کلپورگان گویا که نام خود را از کلپوره گرفته است که گیاهی دارویی است، اما آنچه کلپورگان را یگانه می کند سفال آن است و دستان سفال آفرین زنانش. خاک سفال که از نزدیک کلپورگان آورده می شود به غایت شکل پذیر و چسبنده است و شاید از همین روی زنان هرگز نیازی به چرخ سفالگری ندیدند. در میان نخل‌هایی که باد در شاخسارشان می‌پیچد می‌توان به هزاران سال پیش رفت، جایی که زمان در آن درنگ کرده است تا امروزیان بتوانند شیوه زندگی دیروز را به چشم خویش عیان ببینند. این همان تصویر زندگی پاک و بی‌آلایش انسان است. به دست خویش گندم کاشتن و به دست خویش در هاوند کوفتن و با دستاسی کوچک آرد کردن، آب از سرچشمه آوردن و خمیر برآوردن
و بر ساج نهادن و نان روزانه خیش را پختن. خونه حصیری منزلگاه آرامش است و نسیمی که می‌وزد نسیم بی‌نیازی. زندگی آدمیان با تمام مراتب فقر و غنا هیچ نیست جز درک موهبت جوهر آن چهار عنصر آغازین: باد و آب و آتش و خاک. و خاک، همان خاک که نان روزانه خود را از آن برمی‌آوری، دستمایه ابزارهای زندگی توست، دستمایه سفالهایت که هزاران سال است به همان رنگ و همان نقشند که همچون تو به دست مادرانت پرورش یافتند. پیشه بیشتر مردان در این دیار کشاورزی است و پرورش خرما و مرکبات و سبزیجات. در کومه های حصیری، در زنان خاموش و بی‌هیاهوی این دیار و سفال‌های ساده آنان نباید ساده انگارانه نگریست. سفال اینان آینه بیغبار سیمای تمدن سیستان و بلوچستان است، آینه‌ای که هر پژوهشگری می‌تواند پیوند این تمدن با تمدن‌های نزدیک و دور و آداب و رسوم پیشینیان را دریابد. در هر جای خاک ایران به استثنای کویر نمک و دشت لوت، آب و خاک فراهم است و از آمیختن این دو عنصر حیات گل پدید آمده تا کارمایه‌ای در دستان زنان و مردان باشد و به انواع و اقسام صور و اشکال درآید. گاهی هدف تولید سفال رفع ضرورت‌های زیستی و ساخت کاسه و کوزه بوده است و گاهی سفال محملی بوده تا ذوق و هنر مردمان محلی برای تجلی بیابد و گاه هر دو با هم در یک جا جمع شدند تا به وقت خوردن و نوشیدن حس و خیال و اندیشه نیز به جولان درآیند و آدمی تنها بنده طعام و شراب نباشد، در نقش ها بنگرد و بداند که زیبایی و نقش زیبا را همواره باید به یاد داشت. خداوند زیباست و دوستدار زیبایی است. همه آنچه در متون کهن در باره ما آمده است بیش و کم همین است و نه بیشتر. در همان حال
که مردمان زابلستان در همسایگی ما در اسطوره و تاریخ جای پای استواری برای خود فراهم می کردند، ما در کوچهای همیشگی خود رد پای خود را به شنهای روان و بادهای دمان می سپردیم و تن به مکتوب شدن نمی دادیم. از این رو کاشفان آثار به دشواری می توانند پیشینه ما را در تاریخ بیابند و از فرهنگ و شیوه زندگی گذشته ما بنویسند. ما بلوچ هستیم. کلپورگان نگینی درخشان از مردمان بلوچ در سراوان است. در برخی مناطق سراوان طبیعت مهربانتر بوده و بخشنده تر. نشان این بخشندگی آب است که به هر اقلیمی رو کند فراوانی و برکت در آن دیده می شود. مردمان بلوچ همواره قدردان این عنصر مهم از عناصر چهارگانه آب و باد و خاک و آتش بودند و قطره قطره آن را در مسیر بقا و زیست خیش به کار بستند. نخلستان‌های سراوان نشان این ارج نهادن به آب هستند. آب که مایه حیات است. نام اصلی سراوان سرجو، سراب یا سرابان بوده است و به همین سبب امکان دارد که سرجو بعدها به سراب تبدیل شده باشد. این پیچینه نامگذاری نشان می‌دهد که سراوان منشأ آب برای بلوچستان بوده و نه تنها برای ناحیه بلوچستان که برای کل ایران اهمیت داشته و از پیچینه تاریخی درخشانی برخوردار است. تا قبل از عصر جدید تاریخ ایران که با انقراض دودمان قاجار آغاز می‌شود، با توجه به نحوه اداره کشور از طریق والی‌نشین‌ها و حکومت‌های ملوک و طوایفی، برخی مناطق نقش اساسی در تحولات سامان خود و کل کشور بازی می کردند و حکومت بسیاری از نواحی ایران در دست خوانین محلی و سران عشایر بود. در واقع اگر به قدرت سیاسی اجتماعی ایلات و طوایف در ایران توجه شود، می توان دریافت که ابعاد کلی جامعه ایران محدود به جوامع شهری و روستایی نبود و بعد سومی نیز وجود داشت که همان اجتماعات ایلی و عشیره‌ای بودند. سیستان و بلوچستان سرزمین حماسه‌های کهن ایران است، اما حماسی‌تر از افسانه‌ها عشایری هستند که هزاران سال با طبیعت خشک و خشن بیابان‌ها ساختند و با آن سازگار شدند و در برابر هجوم‌های خانه برانداز دشمنان از تتار و مغول تا استعمارگران سده‌های جدید تاب آوردند و پایدار ماندند. مشارکت زنان بلوچ در رفع دشواری‌های همیشگی اقتصادی و نیازهای معیشتی عشیره آنان را به تولید آثار هنرهای سنتی برمی‌انگیزد. فناوری ساده این هنرها و سازگاری با شرایط خانواده‌های عشایری و روستایی این هنرها را گسترده و همه‌گیر می‌کند. هیچ زنی در این دیار نیست که دست کم با یکی از این هنرها آشنا نباشد.
هنرهایی که علاوه بر ذوق و سلیقه زنان بلوچ، نمایشگر تلاش آنان در مسیر معاش خانوار هستند و بخشی از درآمد عشیره را تأمین می کنند. در این درآمدزایی و کارآفرینی، سهم زنان بلوچ بسیار برجسته است. درود بر زنان بلوچ و تمامی زنان ایران زمین بزرگ که آبادی این سرزمین همواره در گرو کوشش از خودگذشتگی و حضور پرمهر آنان بوده است. اگر دوست دارم تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم تو را ای کهن پیر جاوید برنا تو را دوست دارم اگر دوست رخشد آمن هم اندیشت هم هنم دوست دارم نکش دانم از دور کشتم به کس از این روش هم معتبر دوست دارم کبیرم دریا کوهت شو جنگل همه بوم و بر خشک و تر دوست دارم ایران جانباز فرزانت را که بودند فخر بشر دوست دارم جهان تا جهان از پیروز باشی برومند و بیدار و بهروز باشی
باشی جهان تار.